دوستان گرامی سلام میکنم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید خیلی خوشحالم که یک باری در خدمت شما هستم تا با هم درباره تورات تفکر بکنیم اگر که برای نخستین باره که به این برنامه ملحق میشین ما از نه جلسه پیش به این سو داریم تورات رو بررسی میکنیم پنج کتاب اول کتاب مقدس کتاب های پنجگانه موسا رو و امروز رسیدیم به لاویان و میخوایم در این جلسه لاویان یک بررسی اجمالی داشته باشیم روش کتاب لاویان در واقع کتاب دعا و اون کتاب پرستش بنی اسرائیل و کتاب لاویان سراسر قوانین درجه دو مذهبی قوم رو داره بیان میکنه ببینید ما در کتاب مقدس و در تورات قوانین که گفته شده به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم یکی قوانین اخلاقی یکی قوانین فدیه ای و قوانینی که در رابطه با نجات و گناهان و بخشش و تقدس و اینها هستش و یک سری سوم قوانین مدنی قوم بنی اسرائیل و در لاویان ما دوتای آخر رو میبینیم قوانین اخلاقی رو ما در ده فرمان مشاهده کردیم اون قوانین همگی میافته دیگه زیر مجموعه ده فرمان که ده فرمان رو ما در خروج و در جلسه پیش دربارش تفکر کردیم حالا امروز که بخوایم لاویان رو نگاه بکنیم بیایید قبلش دعا بکنیم و بیایید که با دعا شروع بکنیم این درس رو پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم برای امروز دعا میکنم که خداوند دا ما رو محافظت بفرمایی کمک بکنی که سخنان زبان من و تفکر دلهای ما امروز و روزهای آینده منظور نظر تو باشد ای خداوندی که صخره ما و نجات دهنده ما بوده ای آمین آم. کتاب لاویان دل مشغولیش تقدسه و اون تم و در اون مایه اصلی لاویان تقدسه حالا لاویا کیا بودن؟ لاویا یکی فرزندان اون لاوی بودن ها یعقوب دوازده تا پسر داشت که اینها شدن دوازده تا قبیله یهودیا قبیله گانه بنی اسرائیل یکی از اینها لاوی بود و فرزندان لاوی مسئولیت گرفتن از جانب خدا که کار کهانت را انجام بدن و قوم بنی اسرائیل موظف بود که لاویان رو حمایت بکنن از نظر مالی تا بتونن که اینها کار پرستش و کهانت و اینها رو انجام بدن ما میبینیم که در این کتاب لاویان بیش از هر کتاب دیگری در کتاب مقدس قدوسیت خدا بیشتر از هر جای دیگه تکرار شده بارها و بارها این فرمول مقدس باشید زیرا من که یهوه هستم مقدسم تکرار شده بارها و بارها این سخن تکرار شده که خداوند قدوس مقدسه و او قدس الاقداسه مثلا در همین فصل دو آیه سه میگه خداوند آیه آخر, آخر آیه سه میگه خداوند قدس الاقداس است حالا این قدس الاقداس یعنی چه؟ ببینید در زبان عبری زبان فارسی ما واژه تر و ترین رو داریم این دوتا پسوندای تر و ترین آش میتونیم صفت تفضیلی و عالی رو درست بکنیم و میایم میگیم که مثلا این پرویز از احمد بلندتر است یا هما از مینو مسنتر است یا میای میگیم که موسا از بقیه انبیا برتر است ولی بزرگترین شخصیت کتاب مقدس عیسی مسیح است پس ما یک تر داریم یک ترین و صفت برتر و برترین یا عالی و تفسیری رو اینجور درست میکنیم در زبان عبری به این شکل درست میکنن که میان وقت میخوان تفضیلی بکنن میان میان که این صفت از یک چیز دیگه بزرگتره مثلا میخوام بگن که پرویز از احمد بلندتره میگن پرویز بلند از احمد و وقتی که کلمه من که عربی هم همونه من رو استفاده میکنن میگن پرویز بلند از احمد میشه پس ترجمهش میشه پرویز از احمد بلندتر است و زمانی که میخوان عالی درست بکنن بگن که پرویز بلندترین مرد این اتاقه یا مثلا اکبر از همه سربازای دیگه ارشدترینه میان چه کار میکنن میان اون فعل اون صفت رو معذرت میخوام با, ازا با جمع اون صفت همراه میکنن پس میگن که غزل غزلها یعنی چی؟ یعنی بزرگترین و قشنگترین غزل پادشاه پادشاهان یعنی چی؟ یعنی بزرگترین پادشاه رب الارباب یعنی بزرگترین خدا بالاتر از همه عبدالآباد یعنی تا اون انتهای جهان قدس الاغداس یعنی مقدسترین دیگه از اون مقدستر نیست و ما این کلمه مقدس و قدس و اقداس و تقدیس و اینها رو در لاویان به مراتب میبینیم به طوری که بدون اغراق میتوان گفت که خدای مقدس و تقدس پیروان راستین و خدا دل مشغولی اصلی کتاب دانی... اه... لاویانه نه دانیال کتاب <applause> لاویانه <متص> ببخشید این اشتباه چاپی بود و اشتباه لپی حالا در این بین چیزهایی که باعث از دست دادن تقدس میشه و چیزهایی که ما رو مقدس میکنه دلمشغولی دوم لاویانه لاویان به ما یاد میده که اون قوانین اون شریعت ثانویه و سومی کتاب مقدس رو ما چجوری باید انجام بدیم منظور از شریعت ثانویه و سومی چیز گفتیم که در کتاب مقدس ما سه جور قانون داریم قوانین اخلاقی که ده فرمان باشه قوانین سانویه که از اون قوانین ده فرمان نشأت گرفته که قوانین مقدس زیستن مقدس بودن و مقدس شدن پس اون قربانی هایی که گذرونده میشه و غیره و قوانینی که مختص قوم بنی اسرائیل در اون زمانه و قوانین مدنی بنی اسرائیله حالا ما در لاویان قوانین مدنی رو داریم که دیگه به ما مسیحا مربوط نمیشه که چه شهری اینجوریه و این کارا بعد انجام بشه و اون کارای واقعا مدنی برای اون زمان و برای اون مکان بوده و شامل حال ما نمیشه قوانین ثانویه شریعت اعیاد و قوانین قربانی و فدیه و کفاره و تشکیلات همگی در عیسی مسیح به تحقق رسیده و باز شامل حال ما نمیشه به خاطری که ما به خاطر کار عیسی مسیح زیر پوشش خون او هستیم و قرار داریم و اون تمام اون قسمت های شریعت برای ما در مسیح تکمیل شده و این قوانین الان وقتی ما لاویان میخونیم به ما یادآوری میکنه کاری که مسیح برای ما کرد لذا اینجوری نیستش که من حالا در ایام خاصی باید برم یه فاخته بخرم یا یه دونه بغلمون بخرم یا یه دونه حیوان دیگه رو بگیرم برای قربانی کردن و اینها چرا چون تمام اونها انجام شده تکمیل شده و قوانین اخلاقی اونا رو من تا زمانی که زنده هستم تا زمانی که این دنیا دنیا ازش ما مسیحیا و من باید انجام بدیم زنا نکن قتل نکن دزدی نکن قسم دروغ نخور سبت رو یاد کن و غیره اون قوانین همه مسیحی جهان بهش باید پایبند باشن ده فرمان اینجا ما دلمشغولی لاویان بیشتر اون قوانین دو و سه هستن و اینی که بشناسن بنی اسرائیل که خدا مقدسه بشناسن که خودشون باید سعی بکنن مقدس باشن و لذا اینجا بهشون داره یاد میده کتاب لاویان یه سری چیزا هستن که پاکن یه سری چیزا هستن ناپاکن یه سری چیزا هستن نجسن یه سری چیزا هستن تاهرن بعضی چیزها ما رو نجس میکنه بعضی چیزها ما رو طاهر میکنه و ما در لاویان برای واقعا نه که نخستین بار ولی به طور عمیق ما درباره مذبح و قربانی و اعیاد تعلیم داریم و به طور بسیار عمیق و سیستماتیک خداوند درباره مذبح صحبت میکنه درباره قربانی ها صحبت میکنه درباره اعیاد صحبت میکنه و درباره پاکی صحبت میکنه درباره تقدس صحبت میکنه درباره نجاست و گناه صحبت میکنه حالا ما بیایم نگاه بکنیم به معنی کفاره و یکی از اون معانی بسیار مهم در لاویان معنی تقدسه که بهش خواهیم پرداخت و معنای کفاره که بذارید اول کفاره رو خدمتتون بگم کفاره یا اون بهایی به که پرداخت میشه اون خونی که ریخته میشه یا اون شرایطی که فراهم میشه که یک انسان گناهکار واقعا از اون ناپاکی و نجاست بگذره پاک و تاهر بشه از اون گناه برگرده و مقدس بشه کفاره و مخصوصا در فصل 16 همه لاویان اون روز کفاره به سه معنای بسیار مهم و مجزا ما باید درک بکنیم معنای اول پاک کردنه کفاره کاری که میکنه انسان ناپاک رو پاک میکنه زمانی که خون ریخته میشه زمانی که بر مذبح حیوانی قربانی میشه فرد ناپاک مجده پاکی رو دریافت میکنه دوم کار کفاره پوشانیدنه اون برهنگی و اون گناهی که به شخص برهنگی آرز میکنه اون پوشیده میشه و پوشانیده میشه زمانی که من گناه میکنن یادتون باشه در باغ عدن آدم و حوا که گناه کردن احساس برهنگی داشتن قبل از اون برهنه بودن و خجالت نمیکشیدن ولی زمانی که گناه کردن برهنگیشون رو متوجه شدن و خودشون رو قایم کردن و خدا داجرم برای اونها یک پوششی از پوست حیوانات تهیه کرد و این نیاز به پوشش تا به امروز همراه ما هست و نیاز به پوشانیدن نیاز به قایم شدن یکی از اون چیزهایی که در دوانشناسی جدید ما مشاهده میکنیم این است که تلاش میکنن که اون ماسک ها و اون صورتک هایی که ما پشتش قایم میشیم رو به عقب بزنن تا ما بتونیم راحت به اون خیشتن خیش خودمون برخورد بکنیم و اون خیشتن خیش اصلیمون رو به مردم نمایش بدیم و آیا نیم بعضی ما موقع به فارسی میگیم طرف خودش نی یعنی چی؟ یعنی انقدر ماسکو چهره داره که اون قیافه اصلیش رو شما نخواهید دید و نمیبینید و در طرف خودش نیست و روانشناسی مدرن و کانسلینگ مدرن مشاوره های که میشه به ما کمک میکنن که اون خیشتن خیش خودمون رو پیدا بکنیم یک و اون رو به دیگران عرضه بکنیم و دیگه خودمون رو پشت صورتک ها و ماسک ها و این صحبت ها قایم نکنیم یک معنی سوم، اه، کفاره اه، وجود داره که به معنای فدیه به معنای بهای رهایی هستش زمانی که شخص در اسارت و اه، تصور بکنید یه آدم روبا میاد یه نفر رو میدزده بعد زنگ میزنن به خانوادهش و میگن که اگر این مبلغ پول رو بدید ما این عزیزتون رو آزاد میکنیم و در واقع اون پول فدیه هستش میدن تا اون شخص آزاد بشه و یک معنی دیگر کفاره به معنی سوم و بیشتر از دو تا دیگه جامعه تر همین مسئله فدیه هستش پس ما در لاویان کفاره رو مشخصه میکنیم مخصوصا در فصل 16 هم و کفاره معنی پاک کردن و معنی پوشانیدن و معنی فدیه کردنه در فصل 16 هم ما میبینیم که کفاره یک شرایط خاصی داره و اون لاوی کاهن اعظم باید بیاد برای گناهان خودش رو برای گناهان قوم قربانی بگذرونه و سپس وارد قدس الاقداس بشه درون اندرونی خیمه بره و اونجا برای مردم شفاعت بکنه و اون پیغام نجات و بخشایش رو به مردم اعلام بکنه که مردم خدا بخشیدتون اینها گفتیم که علتش چیه علتش اون مسئله دیگری است که میخوام در این دقایق آینده خدمتتون بگم و اون قدوسیت خدا هستش چون خدا مقدسه تمام اینا معنا پیدا میکنه ما در لاویان گفتم بیش از هر کتاب دیگه ای درباره قدوسیت خدا یاد میگیریم علت چیه علت که گفتم لاویان کتاب لاویان کتاب دستور پرستشه و برای اینکه ما بتونیم خوب خدا رو بپرستیم باید شخصیت او رو یاد بگیریم چیه و چگونه هستش و ما یک خدای موهوم و یک خدای ناشناخته رو نمیتونیم خوب بپرستیم چون نمیدونیم که چه خوشحالش میکنه چه ناراحتش میکنه چه رو دوست داره چرا دوست نداره و اگر که خدا رو بشناسیم میتونیم او رو به شایستگی پرستش بکنیم پس کتاب لاویان داره به ما یاد میده که خدا مقدسه و حالا مقدس یعنی چه؟ مقدس چند تا معنی ما براش میتونیم داشته باشیم مقدس یعنی متفاوت جدا آن دیگر خدا با تمام اون چیزهایی که در ذهن ما هست و آمده و بوده و خواهد بود فرق میکنه و خدا کاملا متمایز از تمامیت تفکرات ما و تجربه بشری ما هستش برای همینه که این خدا رو چون متفاوته چون از تجربه ما دوره باید به اون طریقی که خودش میگه و به اون شکلی که خودش به ما گفته ما بپرستیم و رازیش بکنیم و غیره ببینید مشکل بعضی موقع این است که ما اگر بخوایم خلاف رویه خدا رفتار بکنیم خدا رو با طرز شایسته نمیتونیم پرستش بکنیم چرا؟ چون خدا اگر که بشناسیم که مقدسه میتونیم او را با اونجوری که هست و اونجوری که میخواد پرستش بکنیم ما تو فارسی یه اصطلاحی داریم که اصطلاح خیلی معروف و مستلعی سری به نظر من غلطه اون خدایی که من میپرستم اینجوریه یعنی چه؟ این اصلا غلطه اون خدایی که من میپرستم با اون خدایی که تو میپرستی فرق داره اون خدای وقتی میگیم اون خدایی که من میپرستم در واقع یک خدایی است که ساخته و پرداخته ذهن منه و لاویان دقیقا بر علیه این قضیه حرف میزنه و میگه اون خدای حقیقی که این است رو بپرستید نه خدایی که خودتون دوست دارید بپرستید حالا ام خدا چون مقدسه از ما فرزندان خودش از قوم خودش میخواد که اونها هم مقدس باشن و پاکی و تقدس رو رعایت بکنن پس اینجا ما پاکی و ناپاکی رو در چارچوب و در مضمون میکروب و گندزدایی و, و اینها نباید بشناسیم بلکه در چارچوب و در مضمون و سیاق رابطه با خدا باید بدونیم ببینید این وقتی که خداوند به قوم میگه که دستاتون رو بشورید قصد بکنید به این معنا نیستش که میخواسته مریض نشن من میدونم که بعضی ادیان هستن اسلام مثلا میاد میگه که بله دست نماز گرفتم وضو گرفتم به خاطر اینکه مردم دست پاشون تمیز بشه و این یک امر بهداشتی هم هست خب ما از این خطا باید مسئول باشیم در موقعی که داریم رو میخونیم که احکام پاکی و ناپاکی ربطی به مسائل بهداشتی نداره بلکه ربط پیدا میکنه به اون رسوم بودپرستان و دقیقا اون کارهایی که بودپرستا میکنن رو خدا میگه نکنید و کارهایی بکنید که شما رو از اقوام بودپرست متمایز بکنه شما مقدس باشید تافته جدا بافته باشید حالا من تو این دقایقی که مونده اجازه بدید که راجع به تقدس و فرمان به تقدس و زندگی مقدسانه یه چند تا نکته رو خدمتون بگم چرا تقدس اینقدر مهمه علتش اینه که خدا مقدسه ما مسیحا باید به یاد داشته باشیم که کتاب مقدس به ما یاد میده که تقدس قدوسیت اون خصیصه مرکزی ذات خدا هستش ما مسیحی ها خیلی موقع محبت خدا رو به عنوان خصیصه اصلیش ممکنه در ذهن خود عمده بکنیم این درست نیست خدا مرکز سقل وجودش آندگری بودنشه و اون تقدس به معنی متفاوت بودنشه و مرکز سقل وجود خدا قدوسیت او زمانی که میخواد ما رو با خودش آشتی بده نیاز پیدا میشه به اون قسمت دیگر طبیعت خدا که محبتش باشه و از محبتش میتونه ما گناهکاران رو با خودش آشتی بده و از محبتش که بهای پرداخت میکنه و غیره زندگی مقدس چگونه هستش خدای مقدس از ما میخواد که زندگی او مقدس باشه زندگی مقدس به معنای اونه که من با این دنیا و روابط و روش های این دنیا رفتارم فرق بکنه اجازه بدید که من از فصل دوازده رومیان دو تا آیه رو خدمتتون قرارت بکنم میدونم که من باید درباره تورات صحبت بکنم میدونم که رومیان هم تورات نیست اقدر دیگه بعد از یه کشیشی هم میدونم اجازه میدید که من این رو بگم که موضوع روشن بشه زمانی که خدا بنی اسرائیل رو آزاد میکنه رحمت بزرگی رو مشمول اونها میکنه زمانی که من شما رو نجات میده رحمت بزرگی رو شامل حال ما میکنه پولس در فصل دوازده رساله به رومیان آیه یک و دو اینجوری میگه میگه لحاظ ای برادران و خواهران شما را به رحمت‌های خدا استدام میکنم این رحمت‌هایی که دریافت کردید با توجه به اون رحمت رو میخوام از اون یه خواهش بکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما این است وقتی که این رحمت رو دریافت میکنید بدنهاتون رو زندگیاتون رو به خداوند به عنوان قربانی زنده تقدیم بکنید خداوندا من آمدم هر کاری که تو دوست داری با من بکن هر جا که تو میخوای من برم هر کاری که تو میخوای من بکنم و بعد آیه دو میگه هم شکل این جهان معشوید تقدس کتاب مقدسی این است که ما هم شکل عیسی بشیم هم شکل خدا بشیم نه هم شکل این جهان پس حرفی که میزنیم تفریحی که میکنیم و لباسامون مدلمون همه چیمون باید مراقب باشیم که ما خیلی شبیه دنیا نباشیم بلکه شبیه مسیح باشیم میگه همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست زمانی که تقدس رو پیشه میکنیم قدم اول این است که ذهنمون رو عوض بکنیم پس من دعوتتون میکنم که افکار خدایی داشته باشید به نام عیسی مسیح آمین